عشق فشاند خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. درود و مهر بر شما ای پرتراوت‌ترین گل‌های زیبای باغ معرفت. باز هم با معجزه سبز دها برای سبزی باغستان وجود شما آمدم و حضور خود را در افق‌های آبی شما می جویم. عزیزان بیننده، ترتیب و تنظیم این برنامه برای نوازش قلب‌های پرعطوفت شماست. با سپاس از پروردگارم که آنچی نعمات خود را عطا بدون نیایش به بندگان خود عطا نموده است، سپاس و گرمی محبت و مهرورزی های شما را همزمان با خود داریم که نیرو بخش کارهای من می گردد. در بخش نخست برنامه اشعاری از دفاتر دل عشاق به شما صادقانه می سپارم و بسیار بزودی ما با زلمه جان آرا، کمدین موفق وطن ما می پیوندیم، چون همه شما عزیزان گرامی در خانه ها و در این مقطع زمانی همه به یک استراب به حساب به خاطر ویروس کرونا گرفتار هستند. خواستیم که این عزیز خود ما با خود داشته باشیم تا ای که بتانند که لحظات شما را شاد نگاه بکنند. در آغازین برنامه سروده راستی باید یاد کنم از شوهرای بزرگواری که سروده های خود تا فعلا بر ما فرستادن، از هر یکی از شما عزیزان بزرگوار ما سپاسگزار هستم. و در لابلای برنامه ما حتما در هر هفته اشعار شما را به دکلمه میگیرم تا ای که بخیر انشاءالله به حساب همه اشعار جمع آوری شود که باز ما ایره به کتاب ازیره براتون وعده کردیم که 100% بخیر انشاءالله یک کتاب ازی چاپ میکنم. فعلا از شاعر عزیز و گرامی ما نجیب جان برید که سروده بسیار زیبای خود بر ما فرستادن، ایره به حضور شما عزیزان گرامی به دکلمه میگیرم. تحت عنوان بهار کرونایی، بهار آمد و غوغای کروناست، بهار آمد و غوغای کروناست، مرا رنج وطن در سینه برجاست، فغان و ناله و اشک یتیمان سراغ مرگ ما امروز و فرداست. بنالم از کرونا یا ز مردم که آفت در دیار ما سراپاست، کرونا و نفاق و آتش افروز، کرونا و نفاق آتش فروزند، درون سینه ما شور و غوغاست. مصیبت شد کرونا در دیارم، کرونا دست ساز دشمن ماست،
بهار و جشن نوروزم به پا نیست، بهار و جشن نوروزم به پا نیست، چون این جشن امید و آرزوهاست. وطن در دست بحران است امروز، رئیس جمهور دوتا در کشور ماست. اما ایران این بازی است یارب، و صلح که دگر در حوج رویاست، و صلح که دگر در اوج رویاست. خب عزیزان دل، باز هم سرودی بعدی را بر شما به دکلمه میگیرم که از حبیب جان بهشتی است این سروده، و ما کوشش داریم که زلمه جان آرا را به استدیو به حساب با خود بیاریم، و شما فقط لحظات را با امی اشعار از عزیزا باشین تا که اونا را ما انشالله با خود به استدیو داشته باشیم. از حبیب جان بهشتی است. حبیب جان بهشتی سروده بسیار زیبای خود به خاطر چاپ امی کتاب ما به ما فرستادن که تحت عنوان این هم می گذرد. یوسف گمگشته باز آید به کنهان، غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به تمکین، غم مخور. می رود این روزهای سخت و غمگین، غم مخور. می رود روز کرونا از سر این شهر ما، شاد می گردد دل دارا و مسکین، غم مخور. با توکل بر خدا مانند سابق می شویم، این بلاها گر که باشد هرچی سنگین، غم مخور. کابل و تهران و روم و لندن و کل جهان، ورز کعبه سایه دارد تا فلسطین، غم مخور. شهرها خالی و این کوچه های بی کسی، تا ابد اینجا نمی ماند قرنطین، غم مخور. سایه لطف خدا از ما نمی گردد بدور، از نظر دارد با ما از بابت او، نظر دارد با ما از بابت این، غم مخور. او نظر دارد با ما از بابت این، غم مخور. اوکی، از خالد جان صدیق چرخی، سروده بسیار زیبا است عزیزان گرامی که میریم به می سروده. شوریست و امشب در محشر دل، آتش فتاده در بستر دل،
افلاک و انجم آفاق و انفاس رقصیده با هم در محور دل. راز عقیقت رمز محبت پیدا و پنهان در ساغر دل. هر جا که رفتیم دیدیم و آخر افتاده هر سو دل بر سر دل. بزم عوضها پیچیده ما را غافل بماندیم از جوهر دل. دود سپند است این ماه و منها ما را عزیزان در مجمر دل. پروانه گردیم بر روی شمع سوزیم و یابیم خاکستر دل. از بخت بیدار دلدادگان را گردیده قسمت دل بر سر دل. خب عزیزان گرامی، فقط میریم به یک آهنگ بسیار زیبای از احمد ولی جان و انشاءالله که بعد از آهنگ ما با زلمه جان آرا در خدمت شما هستیم. Thank you.
I'm not sure.
حدیث محمل این مجمر دلازارم، مدی تو مده دیگر رنج و آزارم. سمیم قول خدا سوده هم و آرامم، بخنده لب بگشاهد بجان خریدارم. حضور زلمه آرا به بزم جوک خوش است، مبرهن است ز جور کرون که بیزارم. خوش آمدید عزیزان به مزرعه امید، به شعر و صوت امینم که دوست می دارم. عزیزان بیننده، با سلام مجدد حضور همه شما عزیزان دل، باز هم آسوده صمیم از تلویزیون جهانی بهار و سهیل تیوی با مهمان عزیز و گرامی، با کمدین موفق و دوست داشتنی محبوب دلهای همه، زلمه جان آرا در خدمت شما عزیزان دل قرار گرفتیم. زلمه جان عزیز سلام، حضور شما، خوش آمدین به برنامه. السلام علیکم خواهر نازنین و مهربان من آسوده جان گل، دستای مبارکت می بوسم. از طریق پروگرام خودت برای تمام شنونده ها، برای تمام علاقمندای تلویزیون بهار و تمام افغانای نازنین من بزرگار دستایش هم می بوسم، جوانا را احترام و طفلا را رویایشان و چشمایشان هم می بوسم. خوشحال هستم که در این روزهای قرنطین که زاره کل ما به خدا باور کسید ایک قدر سه بی قرنطین نتی اکال کت سید که جنگی ها را آشتی انداخت، آشتی ها را جنگی کرد دیگر. امیدوار استم که لحظاتی که با خودت هستم یک چند لحظه خوش بگذرانیم، خوش صحبت کنیم که پس دوباره کسایی که جنگی شدن آشتی کنند، کسایی که آشتی استن پس جنگی شوند. شما سلامت باشین زلمه جان عزیز، واقعا میفهمم که این لحظات بسیار بی صبرانه هموطنها در انتظارش بودن و علاقمندای آواز و صدای خودت که با جوک های بسیار بسیار ناب هموطنها را خنده به لبانشان میارین، اما بی صبرانه در انتظار شما نشسته بودن. من پیام های بی شما رو گرفتم که همین میگفتن که آسوده میخواییم که برنامه آن تایم باشه. گفتم من کوشش میکنم که انشالله سر ساعت 5 ما داشته باشیم زلمه جان عزیز با خود. من آسوده جان باز هم افتخار میکنم به خودت، به خودت مثل خودت خواهرای نازنین من که فرهنگ افغانستان، بیرق کلچر بلند افغانستان بر خانه های ما دوباره روشن دارن، مایه افتخار مستیم. و از تمام خواهرای گل من، برادرای نازنین من، شوهرای نازنین که خانمای خود دوست دارن، خانمای نازنین که شوهرای خود دوست دارن و کلشان هنر خود دوست دارن، اما نور دیده مستن به وجود یک افغانای خود و تماما مردم خود افتخار میکنم. شکر که شما عزیزای خود دار. سلامت باشین. ما هم واقعا به داشتن شما افتخار میکنیم، به داشتن شما میبالیم و خداوند شاکر هستیم که همچو خودت یک استعداد خارق‌العاده را ما در وطن عزیز خود داریم. افتخار جامعه خود هستی زلمه عزیز. خب میخوایم که پیش از اینکه مثلا ما به کدام سوال و جواب با شما بریم، با یکان جوک هموطنا را یک بخندانین زلمه جان عزیز. والا روزای کرونا بود، خانم بیچاره برآمد از خانه امرای شوهر خود، شوهرش هم از امو یگان آدم های کمک واره بدخوی بود. خانم کت چادری برآمد در بازار کمی برآمدن، میخواستن طرف خانی امو دوست خود برن. یک دفعه امی شوهر خود آستایی که دادم بغل پوشش، گفت که دیگه مرد آوازش نشنوند، گفت آقا گل آقا گل آقا گل امی کرونا مادم ازیر چادری میگیره. یک دفعه آقا گل طرفش بد سعی کرد گفت کرونا مور شر نیست که نادیده میگیره و میبین و من بودم که نادیده گرفتم.
تو مرا کرونا نگیره. شما سلامت باشین، زنده باشین زلمه جان عزیز. واقعا جوکای شما بسیار جالب است و مردم عزیز ما را بسیار شدیدن میخندانه. موفق هستی، همیشه موفق باشی. خب زلمه جان، شما هم خب خانه هستین، نمیتونین کار برین، حتما به قرنطین هستین. والا بهتر همینجا زکیه جان کوتاد برای من تلفن کرد، احترامات برش تقدیم میکنم. گفتم زکیه جان اگر من اگر خدای ناخواسته مرغ کرد میبودم، امروز روز 19 من بود دیگه، فقط دو روز بعد من 20 دانه چوبچه میکشم. این شوخی کردم، من برایش خنده کرد، گفتم والا نه قرنطین در این خانه امرای خوشوی نازنین خود، امرای دو تا چوچه نازنین خود. مریم مصروف است بیچاره، بعض وقت کار میره و آجر پس دوباره میاد، کمی آمد پس دوباره اونم پوزبند خود میکشه و دستکش های خود آجر پس از هر گفته یکان تا خود تازه میکنه و من هم در خانه کمکشان میکنم. تماما مسئولیت خانه را گرفتیم و در پالویش تنزکای نو نشته کردیم راجع برای نمی کرونا، که بخیر باد از برنامه های کرونا بخیر بگذر از سر مردم ما، که خداوند پاکی کرونا را طرف مردم نازنین و هموطنهای گل ما نبره، شفای عاجل برای هموطنهای ما، که خداوند پاک به خاطر از این که آسوده جان با خدا باور کن من هر لحظه هر خبرهای افغانستان را که میبینم به مردم خود عشق میریزم، به مردم خود گریان میکنم، به خاطر از این که اینا که در این تکنولوژی کلان خود چیز کده ندانستن و ما مردم مظلوم بیچاره هیچ چیز نداریم بجاز خداوند پاک. اینا خود بازم یک پاچای دلسوز داشتن که در خانه برای هر فامیل پیسه روان کرد و ما یک پاچای داریم که خدای را جانش برای از او پیسه روان کرد، کل پیسه را خودش گرفت. بله بله، واقعا که دل آدم به هموطنهای ما بسیار شدیدن میسوزه. هموطنهای ما در فقر و بسیار ناداری به حساب به سر میبرن و زندگی به حساب روزمزد دارن که امروزه کار میکنن و امروزه زندگی خود. آرزو میکنیم که خداوند هرچی زودتر این بساط را که به حساب بر جهان آورده از تمام بشریت از سر همه دور بسازه. لای همین خداوند پاک همیشه خوشی های خوب را، خوشی های خوشی را خدمت مردم نازنین ما، برای مردم ما بده، برای ما بده، برای تمام افغان های نازنین ما که در هر گوشه دنیا هستند، برای می مردم جهان که مردم های بسیار زیاد انسان دوست هستند، بشر دوست هستند. خداوند پاک این ویروس نابود کنه، این ویروس نابود کنه که مردم همه هموطنهای ما با هم پس دوباره به کار خود آغاز کنند و ما هم از نزدیک بیایم شما را از نزدیک بیایم و همون جوکا و برنامه و پروگرام های خود از نزدیک لایف برای شما تمثیل کنیم که دوستا از یافتر لذت ببرند. واقعا واقعا انشاءالله به زودی خداوند روزا بیاره. ما و شما خب نزدیک هستیم، در یک شهر زندگی میکنیم، حتما انشاءالله که باز لایف در استودیو می داشته باشیم. زلمه جان، آلی مره غم یک چیز برده، این کسایی که مواره یا کمک وزن بلنده دارن، این بیچارا چطور خواد شدن این خانه نشستن و استرس و استراب و 24 ساعت فقط غیر از خوردن دیگه اصلا به اونمو کل غم با مو خوردن حل میسد، این چطور خواد شد؟ چطور تشویش نکنه، نال روزه گیرتان میکنن. ما هم خوش هستم که هر چی زودتر به خیر رمضان بیه. بخاطر از این که شما اگه بتانید ثواب کنید خیر، یک سه چهار روز پیشتر به خیر روزه را آغاز کنید. انشالله با امید خدا که گپ حل است، فقط آدم کوشش کنه که خود زیافتر به می موزیک و به می عبادت و به می چیزایی را که خوش دارن و اونمو خود مصروف بسازن. انشالله با امید خدا که آدم نمیتونه وزن بگیره، نمیتونه که مثلا آدم کنترل خدا میتونه بتونه چیز کنه، توسط غذا، توسط ترکاری با، توسط کتابهایی که بسیار زیاد موثر برشان تمام میشه، فیلمهایی که برشان موثر تمام میشه، فقط کوشش کند که خدا از چیزهایی که زیاد اذیتشان میکنه مثلا چاق میسازیشان، از او خدا دور کند.
بله، باید هم همونطور باشه. من خوال زیادتر از غذا کرده آب زیادتر می نوشم، می ترسم از امی که وزن زیاد نشه. که در فیسبوک خواندم گفتن که کرونا خو رفته نیست، مگر و زمانی که کرونا بره و عزیزا یک دیگر نخواد بشناسن، از بس که همه وزن گرفته باشن، وقتی ببینن یکی دیگر دوستا ممکن نشناسن. که ما از امو یک به حساب الهام گرفتم و گفتم باید که آدم کنترل کنن، نباید ای که میر شوخی کردن. شاید هم خانمایی که زیاد خلیز فارایش میکنن انبار بر از انبار شاید گفته باشن. ما چون نمیم ممکن او گپ هم خواهست. بله خب زلمه جان، شما یاد کردین از فرزندای عزیزتان، میشه که بپرسم که اردو پسر است یا دختر؟ والا مال خداوند پاک، از خداوند پاک بسیار زیاد سپاسگزار هستم. یک دختر و یک بچگر. سنا جان دخترک کلانم است که بخیر پای بنو ماند، و سمیر جان هم بچه که به حساب دومیش است که نو بخیر چهار ساله و چهار نیم ساله می شود. خب بخیر، خداوند لای طول عمر نصیبشان کنه. چی برداشت میکنین؟ آیا از جمع اولادا ایتر احساس میکنین که امی بعض وقتا یگان استعدادا در خون وجود می داشته باشه؟ از شما کدام پیروی خواد کرد فرزندا در آینده یا نه؟ والا بچه‌ات نامفتا با استعداد است، دختر با استعداد است، اردویشان یک استعداد خاص دارن و دیگه یگان دفعه در وجودشان من بسیار زیاد چیزهای اسپیشل میبینم که همیشه الحمدلله اردوگتش بسیار شکر اتو باجورت هستن. بله. اتو بسیار از طفلای نام خدا بشاش و اوشار و نام خدا بسیار زیاد امیر لذت که آسوده جان ببینیشان خوشتان میاد به قلب بگیریشان و اینا رو ببوسید. واقعا که اولادا خو هم قسم عزیز و دوست داشتنی می باشن، باز مخصوصا از شما که اگر واقعیت که فرزندای با استعداد آدم زیادتر دوست می داشته باشن. در این کشورها خو اکثرا اطفال بسیار با استعداد و ذکی و هوشیارتر می باشن، چون امکانات امگب ها از ابتدایی که بر مکتب میرن یا به کودکستان میرن اینا از همه امکانات برخوردار هستن. اما باز بعض اطفال واقعا که استعداد خارق العاده می داشته باشن. خب زلمه جان عزیز، باز هم اگر کدام جوک به هموطنا داشته باشین خوش میشیم. از زور یک جوک برشان میگم، میگه که بعض جوکار اکثریت دوستات فرمایش هم بیتن. بله. من یکان فرمایش هم خدمت عزیزان تقدیم میکنم. میگه که مرد مجله میخوان، خانمش طرفش سعی کرد گفت که طرفش سعی کرد گفت صدیق همیشه مجله میخوانی، چشمت در مجله دوختی، همیشه چشمایت در مجله دوختگی است، یک دفعه طرف من همی دوزی. این شوارش طرف سعی کرد تو من هر وقتی که طرف چی تو دوختیم تو پس کندیش. هر دفعه که طرف آن چی هست در اون مجلد چی نوشته است؟ در این مجلد نوشته است که زنا روزانه 30,000 کلمه گپ میزنه، مردا 15,000 کلمه گپ میزنه. این کی گفته؟ تنامی مجلد گفته؟ نه، مجله این کل پروفیسرهایی که نوشته کردن اینا، خود پروفیسرهایی که تمام پروفیسرهای جهان اینا را به فیصله رسانده که خانما بسیار گپ میزنه، اینقدر گپ میزنه که توبه خانما گپ میزنه، زیاد گپ میزنه. همی پروفیسرها نگفته که کاش که مردا هم یک گپ بفهمن،
اگه اون ما یک دفعه بفهمن، ما یک دفعه دو دفعه تکرار نمی کنیم که سی از آن شود. شما سلامت باشید. آن گفت که اگر پروفیسر ها میرم نجده میکرد که مردا کاش که در یک گفت میفهمید، ما باید از یک گفت و سه دفعه تکرار کنیم. خیلی مشکل همه داشتن یکانه. میگه چوچگه که مرغ طرف مادر خود سعی کرد، گفت که مادر خود گفت که گفت مادر جان همی کل حیوان ها نام داره، ما چرا نام نداریم؟ گفت که مادرکش گفت بچیم، گفت ما مرغ ها باد از مرده نام میکشیم بچیم. گفت چطور؟ گفت بچه چوچگتش گفت چطور؟ گفت باد از مرده که باز ما را که کشتن باز وقت نام میکشیم که مرغ بریان، سینه مرغ، کباب مرغ، یخنی مرغ. ما با شما سلامت باشید. راستی هم همین مرغ بیچاره ای نام نداره، وقتی که کشته شد کباب مرغ و سینه مرغ و مرغ پله و یخنی مرغ، بعد از کشتن بازی بیچاره شهرت میکشن. بله بله، خب بسیار جالب بود واقعا، که بسیار جالب. اصلا اگر شما عادی هم صحبت بکنین لبخند به لبان هموطنهای خود میارین. باز جوک هایی که شما میگین و با این استعدادی که دارین واقعا هیچ نظیرتان اصلا پیدا نمیشه، که بسیار نام خدا شما موفق هستین، فوق العاده. دکتر از آسپیدجیان کل، یک وقت در محیط کابل ما، البته ما تنها از مردم با کلاس افغانستان بالخصوص از کابلی های خود صحبت میکنم، که ما مردم کابل یک ریلیشنشپ در بین خود داشتیم، چی در آفزا و چی در بین شهر. بله. تمام دختر و بچه، مرد و پیر و جوان، همگی یک احترام متقابل بود. یک مثلا یک روز محمد رکایی طرف خانه میامدم در سینمای پامیر، یک خالگک بیچاره زیر پیرانیش از زیر پیرانش برآمده بود. خب بچه های مکتب بسا شو بودیم، یک دفعه دسکولک شام همه تو در زیرک بغلش، یک دفعه از این پشت سر از این آمدم که زیر پیرانیش از زیر برآمده، گفتم خاله خاله منزل دومت شکست کردم. یکی سعی کرد که زیر پیرانیش از زیر پیرانش برآمده، گفت بچه من سن سال نکشم کل جای شکست میکنم. باید بخونی قطع گفت. بسیار جالب بود واقعا. خب بیننده های عزیز، اگر شما کدام فرمایش داشته باشین، کدام تقاضایی که کدام جوک اسپیشال از زلمه جان بشنوین، میتونین که تلفن بکنین و ما لینا برای شما باز است، تلفن های شما را میگیریم و حتما زلمه جان در خدمت شماست و برای شما هر خواهشی که داشته باشین انشاءالله که میپذیرن. خب زلمه جان، اگر برای خود شما، من میفهمم چون ما اعلان به تلویزیون از طریق تلویزیون هر دو تلویزیون خود داشتیم، حتما دوستا و عزیزا برای شما پیام های فرستادن و اگر کدام تقاضای جو که را کردن میتونین آزادانه شما فقط در کمره در خدمت شماست و شما به اجازه تان یک لاین است بگیرم. بیننده عزیز روی خط هستین، بفرمایین. سلام، سلام به شما جان نازنین و سلام. سلام مرسل جان، به شما خوب هستین؟ بسیار زیاد خوش آمدین عزیز دل. تشکر فرمان شما، تشکر به هم، سلام درامات خدا به میزبانی عزیز آن زلمه جان آرا که اونرمن و خونیدن محبوب افغانستان ما هست. در این برنامه خوش آمدید میگن در حالی که در خانه هستن و بسیار ما را خوش آمدن در حالی که همه بیتارا خرندین سر و در خانه نشستن. بله. چند دقیقه که با اونا هستیم، امیدوارستم که یک دو ساعت و دقیقه خوش بگذره
و راستی زمه جان افتخار به شما و قابل افتخار هم هستیم که در شرایط بسیار ناگوار، شرایط خراب در افغانستان شما رفتین در اونجا برنامه های اجرا کردین و خنده بر لبهای مردمتان آوردین. جان افتخار من هیچ گاه فراموش نمی کنم، هیچ گاه فراموش نمی کنم روخای مقبول شما را، پروگرام های زیبای شما را همیشه می شدم و یک جوکم می خواهیم به ما بگوید امو که در آرسی رفته بودیم که باز چت داماد و آراد پایا رفتیدن اون را بودم می خواهیم به ما حتما مرسل جان بفرمایید. زلمه جان از مرسل جان گل خواهر نازنین مهربان من چشمای تمی بوسم، دستگاه مبارک تمی بوسم، جهان سپاس شماستین، افتخارم هستین، شماستین که همیشه مرا واقعا تازه نگاه کردین و من افتخار میکنم که شما نور دیده های خود، شما عزیزای خود، شما رشته های قلب خود دارم، همیشه سرفراز و کامیاب و با صحت و خوش باشین با فامیل هایتان، با تمام عزیزایتان، هزار دفعه بردو دیده همین لحظه خدمت تقدیم میکنم. okay. تشکر از شما مرسل جان عزیز. با معذرت که من قطع کردم. خیر پس دوباره زنگ بزنین مرسل جان، باز من شما را میمانم بلین. با معذرت که من لین شما را قطع کردم. بفرمایین زمین مرسل جان کل راکتامی هم از این گلبودین حکمتیار و اعظم یار تنظیمایی که امروز سر قدرت هستن و با کمال تاسف بسیار زیاد من متاثر میشم که از مردم کابل نازنین ما همه چیز آموختن دوباره ما را فرار دادن و برباد کردن. خب خداوند پاک لطف و رحمت خود از سر مردم ما کنه که 90% مردم کابل از کابل خداوند پاک نجات داد. در دیار هجرت در جرمنی و امریکا همه شکر با اولادهای خود بسر میبرن، افتخار هستن و در اون جنگ ها بسیار زیاد راکت ها می آمد. یکی از دوست ها آمد گفت زلمه جان یک مخلک داریم، اگر بیایی در خانه آرس هم یارن، آرسی برادرم است. گفتم هزار دفعه میارم، چرا نی؟ دیگه خانه دیگه خانه های قدیم خیلی خانه است. از سوده جان دیگه همی کوشکن از این به حساب ما کابلی ها کوشکن میگیم، این کوشکن دیگه کمی را میرفت یک قسم تو یک جمع میکرد چون همین چیزا گونه شده بود، ستونای از این گونه شده بود. خب ما رفتیم، ما را در یک خانه شان طبق معمول میگفتن که همونجا یک خانم رفتیم، دوست ما بیچاره محبت کرد و گفت که صدا کرد از همون دور گفت ماجان ماجان این همی رفیقای ما آوردم که ساز میکنم. یک دفعه گفت آوردی سازندار آوردی به معنی سانه دولو خانه بیاده سانه. خب ما را بردن در یک خانه شیشتیم دیگه یک دو تا خانم کلوله کلوله یک دیگه خود شیشته ابروها یک دیگه خود میچینه. همینجا برای ما یکی از این چای آورد، چای آورد، این قسمتش نگفتم چای آورد. یک دفعه دمی هست ما همین رفیق ما که تبله میزنه همی گرفت و نقل نخوتی بود، یک کپ نقل خورد، دو کپ نقل خورد. دیگه همی خانم خانه گفت که زلمه جان نمی شما بچه می نمی نقل آوردیم. خانم ما را صدا کرد که روگل جان و ماگل جان شما کتی نمی ها چای شرمی را شریکی کنه. خود اگر شرمی تره بود همی بچه که بیچاره هم رای تبله می نوازه همی یک کپه خورد و دو کپه خورد، دمی کپه سه هم همی اوکشی کم بود خلا شوه همی دان از همی چیز پر بود. یک دفعه همی مویچینه که ابرو چیندن ایلا کرد همی خانم طرف از این همتون رکبایی بد سعی کرد، طرف اوکشی سعی کرد، یک دفعه طرف سعی کرد گفت دان کشیری میکنی یا کونه تا همی نقل ددان از همی بچه همه تو مان بیچارم. حال من گفتم خیر بخور خود همی اصنا میمان ها زیاد آمد، یک چند نفر دیگه هم آمد، خود دیگر شد و آستا آستا همین چند دقیقه بعدش خورک گل دیگه صدا آمد از دروازه دیگه بیدون که آرس آوردن سازنده را بکن آستابرو را بخوانم. ما دیگه سب آستابرو را دیگه من دیگه شروع کردم امشب زی خوشی مرغ هوا می رقصد آستابرو ما ایمان آستابرو دیگه از دروازه هم از بیرون آواز بر آمد کت دایره دیگه جانانه با جانانه با خیل می باشه آواز داده رو ما ایمان
راستا برا کاکای کلان پبر وکیل می باشه واستا برا ما ایمان آستا برا آستا برا سر به روانا یک گرم بس شد خورد جان یک گرم بس شد او تو گرم بس شد من گفتم برو گیرز خراکت از این طرف و طرف میخورم یه دقیقه توکل به خدا دیدم که اینمی خانم از این بغل اولی را داشت این طرف ورسی یمی خانه طرف اولی بود ی امو ترکایی بر آمد بگه همی آمد دمی دان ورسی بگه من دگه امو تمی خانم امشب زی خوشی مرغ هوا می رقصد مرغ ننیک می رقصد غذای مامسای مامسان شد کلگی که در آشان و روز در تا کبر بیدم بس رو داری تا چپ کن حال خوارت میکن یک وقت دیگه میریم که از امی کوشکن دیگه این طرف خانه این طرف بر آمدیم راستی یک چره قص هست دیگه یک خانم دیگه سینیش لچ اشتوب در سینیش خاک خاک پر چی زار بیتونی زار کن اون دمو خاک خاک پر شیر میخوره اون بود که یک وقت جالب بود یگان خاطرات ماندگار می باشه یک دو سه لاین است بگیرم به اجازه شما زلمه جان عزیز بیننده عزیز شما روی خط هستین بفرمایین بله آسوده جان سلام شکر هستی خوب هستی و سلام شما در رایی امیدوارم جور صدمند باشی من ایفم بیاد دارین من مرسی هستم در محفل سنا جان میداد شما انانس دادین مرزیه جان گل سلام خوار بسیار عزیز من شما بسیار زیاد خوش آمدین بله ما واقعا نموشم افتخار بخشیدین به من از این که معرفت با شما داشتم و پیدا کردم بسیار خوش آمدین من همچنان آسده جان ما خوش شدم که شما را اونجا دیدم و برنامه زیبا شما را همیشه ما میبینیم سلام جالب است بخصوص امروز با زلمه جان بله. بخیز همونطور خوب جالبتر شده که ما خب همیشه علاقه مند زلمه جان از هنرش از فکایه جالبش در هر جایی که باشه در همیشه در کانادا که میاد در کنسرت ما بعد حالت که باشه خدا میرسانیم میفهمم که زلمه جان همه دوست دارن میشنون زلمه جان شنیدین صدای خواهر ما را مرزیت جان گل سلام خوارت نازنین و سلام به تماما خواهرها و مادرای گران قدر ما در کانادا دستایشان را میبوسم افتخار مستم قربان عزیزات راستی هم مرزی نازنین همیش در برنامه ما در پروگرامه ما خصوصا در میله سمنک تماما مادرای نازنین میاین چی فرشته ها میاین واس اینا جان بله. خدا باور کن که من نور خدا را او نموشه و من به چشم ها میبینم آسوده گل خود مادرای نازنین مقدس پاک میاین ای قدر دخترای جوان نازنین دامن پاک میاد که به خدا باور کن که از رخسار از یا نور خدا میبارن افتخار میکنم شکر که اینا برآمدن از افغانستان خداوند پاک اینا را همیشه خوشبخت و سربلند و کامیاب به انسانای خوب تعارضی نکردن به انسانای خوب قسمتشان میکنه و همیشه ما افتخارم هستن میبوسم دستای تخواهر گلم شما همچنان افتخار افغان هستید در جایی که راستی بسیار امی استرس ها را فتبایی های شما کم ساخته در جایی که شما می باشید راستی مردم سیاد اونجا میرن به علاقه مندی شما دیگه وقت نمیگیرم صرف هم و اگر امکاناتش باشه و یا تان باشه هم و فتبایی هایی که در پاکستان می گفتید فاروق که در هی هم و کرایه خانه را که می خواست اگر این را بر ما یک نشر کنید بسیار خوش می شد و کدام خواندن دخترم هم یک فرمایش داره چی گفته؟ میگه یک خواندن آمدم سابقه با دایره که میخواندین اگر او را باز به دخترم نشر کنیم خوش میشیم هزار دفعه دیگه وقت دارم نمیگیرم منتظر هستم و میبینیم برنامه شما را خدا حافظ شبتان خوش بسیار زیاد تشکر مرزیه جان گل تشکر از لطف و محبتت خواهر گل من زلمه جان عزیز البته به اجازه شما یک دو لینه دیگه هم هست بگیرم اینا را اجازه است والا یک قسمت دمی از مرزی جان فرمایش بگویم اوکی باز لینه دیگه را اوکی اوکی میگه اول خواندنک دخترک شد بدون دایره میکنم شما بخواد باشه
نسا جان قلکه من دلکه من وای نسا جان دیگر شی من امان بر دلکه من نسا وای قلکه من سر کوی بلن آلو و منجی وای نسا جان مرزی جان آمده دروازه زنجی نسا وای گلک من الو دخترش برو دروازه باز کن وای نسا جان که مادرت آمده چشمایش ماچ کن نسا وای گلک من فاروق نهی؟ فاروق کابل هی دمسای ما در اول آوردن هی که در کابل آت جنگ هی که این مجاهدین در آمدن هی یکی دگر آت مویکنک هی که در بامب ما راکت خوردن هی این راکت از اونجا از بامب تیر شدن هی در تشناب رفتن هی در تشناب رفتن هی اینه قدولی خانه ها را خوار کردن هی از تشناب رفتن هی این طرف باز راکت دو دادن هی باز در آشپزخانه رفتن هی دیگه بوبوگل را یک خوار کردن از تار شدن هی یک راز در مرغم چی من رفتن هی در کون مرغ من خوردن هی مرغ شهید امر ما اینا پوره اطلاعات دیدو گفته ما پاکستانی کون ها ما یک وقت مال شما را نمی خریدیم که بعدا از تو آدم روز که ما باجر شدیم تو مری شلا گرفتی که کرایه دیدو یک دفعه گفتم دیدو دو دفعه گفتم دیدو بسا شلگی نکو که به خدا پیسه با ما دیدو با صبح به خانه که در دادن یه گریختم بسیار جالب بسیار جالب تشکر بیننده عزیز شما روی خط هستین بفرمایین. آتوزا جان نازنی سلام دوباره تقدیم میکنم به شما و برای سلمه جان. سلمه جان بسیار جان تشکر میکنم محبتتان. تشکر مرسل جان. همیشه خنده بر لبهای شما باشه که شما خوشی و محبت برای ما و خندارهای عزیزتان میدین. شما برای خط باشید. اگر وقت بود، اگر وقت بود، اما که مادر کلان مریض می باشه، با نوافیش برش می ده که ما چی را می برید مکبت می برید مکبت. اوکی، اتمن. اگر وقت بودن، من توسط این برنامه زیبایتان و دو دوست عزیز خود و زوجی عزیز خود سلام اترام را تقدیم می کنم. امیدوارم که جور و صحت باشید، روی نازنینتان را می بسم. و از زلمه جان در خدمت تان هست و جوکایی هست که برای عزیزای خود میمونه شما هم انجوی کنید خداحافظ زلمه جان و آفزیا جان بسیار تشکر از عزیز شما تشکر خداحافظ خدا نگهدار مرسل جان بیننده عزیز شما روی خط هستین بفرمایین سلام آفزیا جان سلام خوب هستین خواهر عزیز چی حال دارین خوش آمدین جان قربانتم شما خوب هستین از استرالیا تماس میگیرم نسین نام نسین است بیننده همیشگی شما هستم اول که از آنم به زلمه جان آنها یک سلام خاص تقدیم میکنم و خیر مقدم میگم قدمشان خوش آمدن انشالله که همیشه خوش باشند زلمه جان بفرمایین شما سلام خواهر جان من از عالم دوری من دستای مبارک تمی بوسم از فامیل محترم افتخار دارم که شما عزیزای من دارم خداوند پاک این کرونا را از شما از فامیلتان از تمام عزیزایتان دور داشته باشه افتخار از افتخار مستیم شکر که شما عزیزای خود دارم تمام عزیزایی که در استرالیا هستن من چند بار که رفته براستی اینا محبت کردم قربان قدم ها یک یکشان اینقدر اینا محبت دارن آسوده جان گل که مدهر استیج که بالا میشم این مادرای نازنین خود بله. این خواهرای خود و این جوانای قندول که میبینم شما باور کنید به یاد امو خاطره ها شبهای کابل نازنین خود میرم به یاد وطن خود به یاد امو شبهایی که ما و از اینا داشتیم افتخار هستن خداوند پاک اینا را از غصه و غم دور داشته باشه میریم به جوک مرسل جان که فرمایش داره اوکی درست است درست است. تشکر نسرین جان عزیز. نسرین نازنین یک گلم ممنون. سلام خوشحال می‌شم منتظر برنامه قشنگتان هستم. موفق باشین ان شاء الله باز تشریف بیارین استرالیا که پذیرایی تان کنیم.
میمان پن کنیم خوش باشید. استاد جان قند از خودتان میاد. تشکر بسیار زیاد. روی ماه تمی بوسم عزیز دل سپاس گذار هستم. خدا نگهدار. زلمه جان شما بفرمایین، بیننده عزیز شما بلند باشین. بفرمایین زلمه جان. میگه دخترک مادر کلان خدا پیش دکتر آورد، دکتر میندی بود. یک دفعه آمد گفت که دکتر پرسان کرد Can you tell me what is going on? بیبی جان ای برات میگه که چی گپ شده؟ برش بگو که کدام چیز ددلم ات بالا میره، باز از بالا ات پایان میایه، باز طبقایی دستت دستو که باش کشه بگویم، باید از او باز بگیشه بگویم. اینا she says something going on to my stomach is going ha then you turn then going da okay then what happened like, then what is going on بعد از اون ما بیبی جان بعد از اون چی میشه؟ بعد از اون باز در دست راست دور میخوره، باز در دست چپ دور میخوره، باز پس دور میخوره، یه در سر ناف استاد میشه بز 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 میکنه. I don't know, she said then go left, then come, then go right, then you turn, then come back, stop to my belly button, do the vibration, bing 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 bing. Can you turn out? She lost the fart. Can you tell him she has to fart it? Bibi John, mega goes at Roy Hanagum Kada. Why do you think goes to Zenny? Look at that, Padder at Nola. Hey, Padder. Look at my one of them goes Masaranis. Goes to Zama. What'd you say? I don't know. She says, not this my culture. I cannot do that fart. It's very hard to my culture. I don't know. Can you tell them this? That's why the fart is lost the way. That's why you go up, go down. You have to fart it, then you relax. Otherwise, I'm gonna do that operation. Bibi John, mega ke tu boy has ghost bazani. As khater ke u gozi tu rare khoda gum kada. از او خاطر تو باید از بزنی، در غیر از او اگه نزنی باز ما تر عملیات میکنه. این مدینه شو بابی ما خواه دیدم که میگه کلگی آمده تو چرا نمیدن خوی بالاخره این را دا آپریشن بردن و عملیات کردن. صبح که دخترک آمد گفت What happened to operation? Operation is very good, very successful operation. The patient is dying. یعنی واقعا بسیار جالب بود، بسیار زیاد جالب بود. تشکر زلمه جان عزیز از این جوکای بسیار زیبای. زلمه جان بازم میفهمین یک آل اسلام و خدا تلفن ها اجازه میدین که بگیریم یا نه که شما اصلا بفرمایید، من به خدمت موبیلای گل خود هستم. اوکی اوکی. بیننده عزیز شما روی خط هستین، بفرمایین از ایریا کد 702 بفرمایین. سلام برادر عزیز من، خوب هستین؟ چی حال دارین؟ خوش آمدین بسیار زیاد. تشکر. سلام های خدا خدمت دوست عزیزم زلمه جان آورا. سلام های خدا برای خدمتشان تقدیم میکنم. خوش آمدن در تلویزیون سوهل جان. تشکر از لطف و محبتتان برادر عزیز. زلمه جان هم به شما سلام. احمد زاکر جان هستن. احمد زاکر جان هستن. زلوه جان قرن خودت که میفهمی که افتخار ماست بی و nobody is like you. You're the best. واقعا بهترین هستی. افتخار ماستی زاکر جان هم یک اونرمند بسا خوب، یک اونرمند راستی واقعا که آهنگهایش در قلبها، در آهنگهایش مردم دوستای عزیز ما را، تمام هموطنهای ما را
با صدای گیرایش همه تو روح نوازش میتن. یک جوان بسیار خوش برخورد، همیشه موفق باشی. افتخار دارم که خودت دارم، احمد نازنین من، ذاکر من، ذاکر گل من. تشکر زلمه جان، خدا بخیر مرض کرونا را از بین ببره، که بخیر در لاس ویگاس دعوت کنیم، بخیر یک کنسرت یک جایی دیگه بخیر از زاد تمام. به افتخار ذاکر جان هم یک شعر از با کروناست امور خدمتش تقدیم میکنم. اجازت؟ بفرمایید بفرمایید. بله بله. تشکر تشکر. ما مشنویم مشنویم این شعر دوست نازنینم، بچه کاکای نازنین من، نصیر جان سرباز محبت کردن که یک چیزش ما جور کردم، یک چیزش اونا محبت کردن. خدمت تمام عزیزای ما که همین لحظه در برنامه اسیده جان نازنین این برنامه را، چون روز کرونا هست، همین کرونا را من گرچه مثل یک آهنگ جور کرده بودم، خب آل خیر است، اما تو چون برنامه شعر است، اما تو شعر واره دکلمه میکنم. میگه که البته با دو آواز یا سه آواز دکلمه میکنم. کرونا کرونا الان کرونا کرونا خلق حالم را تباه کرد، کرونا خلق حالم را تباه کرد، خلایق را چی زود از هم جدا کرد. کرونا بیدرنگ و بیتحساب به دنیا محشر ثانی برپا کرد، نه آتش زد نه مرمی زد نه آوان، کرونا هرچی کرد بی صدا کرد. بچه بود یک شیر میخوردی که فقط گویی دوا میدی. بابا جان همه تو شیر خانده میشم، باید از همه تو شیر خانده شود. خب بخوان بخوان، من گوش میکنم. بگو که کرونا هر چی کرد بی صدا کرد، تجار هم گشته هم دست کرونا، چیسان محشر که در نرخ و نوا کرد. کرونا تا درون مسجد آمد، کرونا تا درون مسجد آمد، نترس از ریش و لنگوی ملا کرد. اران چی؟ اران کس که بمان در قرنطین، اران کس که بمان در قرنطین، از این جنجال و غم خود را رها کرد. اگر خواهی که درد و غم نگیری، اگر خواهی که درد و غم نگیری، کرونا را به دست کم نگیری. کرونا ساده در جانت می آید، نظافت را اگر محکم نگیری. کرونا های کرونا های کرونا. بابا جان ایشم هم میگم کرونا های کرونا های کرونا. دیگه ایشم هم میگم بابایت خبر نشه، نه لیلا آمد از ترس و نرونا. بسیار مقبول، بسیار بسیار مقبول بود. یعنی زلمه جان من نمیفهمم که چطور کنم، باور به خدا کنین که یک رقم نام خدا تلفن است بر شما. یک عزیز ما خیلی دیر است که منتظر هستن، اینا رو اول میگیریم. شما بفرمایین روی خط هستین. بسیار خواهرک گلم معذرت میخوام که دیر منتظر موندین. بله بسیار معذرت میخوایم. بله بفرمایید، شما روی خط هستین. بله بله میشنویم، بفرمایید. آسوده جان از آراد درود و پیام خدمت شما، خدمت عزیزی نازنینی ما ظلمه جانی. بعد یاران آمده بعد تخلص نام گذاری کنیم، با یاران از ذکرسی بعد حلیفه باره دور میکردیم یا میکردیم که واقعا ظلمه جان شخصیت بسیار مهربان، واقعا شخصیتی که هزارها غم دیده را به گل و خنده تبدیل میکنه. سرآغاز زندگی ظلمه یارا و ده ها هنرمند ما در هر گوشه و کنار جهان هستن. امیدوار هستم که از این پریده شوم کرونا تمام ملت جهان بیابی آوه، مردم پس در آغوش دیگر قرار بگیرن و با کار زندگی
این شهرهای خالی دوباره اجتماع پیدا کنه، با اون دوستی و میر و محبت بر بگرده. اما غم و هندوی سرزمین ما بالاتر از کرونا است. هر روز ما کرونا داریم، هر روز کشته میدیم، اما هیچ میدیا بالاش صحبت نمی کنه. پدیده‌های شوم، بدبختی‌های سرزمین سوریه و عراق و افغانستان بالاتر از فاجعه کرونا است. ای وای که میدیاها مرده، بشریت مرده. امروز روی کرونا همه باید فریاد میکنن، همه داد میزنن که کرونا است. همه ملت افغانستان فاجعه بزرگ است در کشور ما. امروز 150 انسان ما کشته شد از خوجه غار شروع تا سرحد فاریاب، و که در حالی که اونا 500 سال عقب هستند در زندگی. آقای ظلمه یارا ببخشید که من همیشه کشیستم که درد احساسات مردم افغانستان بیان میکنم. بله خراسانی سعی بستم، بله قربان شما سید. ظلمه جان امیدوار هستم که برنامه تا سیاسی نسازم، البته من خراسانی هستم، برای شما خوشبختی آرزو میکنم. دوستانی که صدای مرا میشنون همیشه موفق آرزو به خانوادهشان میخواییم. خدا همه دور داشته باشه از این کره زمینی که ما زندگی میکنیم، با میر برخورد کنیم. زندگی ما یک زندگی است که همون لایق شیرالی شاعر تاجکستان از پیش پرسان کرده بودن که زندگی را چطور میبینی، گفت زندگی اتاق کرایه است، شب خواب میکنی و صبح میگذره. باید ما دوست داشته باشیم هم دیگر. برای شما خوشبختی آرزو میکنم، موفق کامگار باشیم. زنده باشین خراسانی صاحب معزز، تشکر از لطف و محبت شما. جهان سپاس که شما لطف کردین و به ما زنگ کشیدین. خب آسوده جان، من یک تن از علاقمندای خاص، دوستدارای خاص آقای خراسانی هستم. من چشما و دستایشم میبوسم. یک انسان واقعا افغان دوست، واقعا انسان راست، انسانی که واقعیت‌ها را همیشه بیان کرده و همیشه بیان میکنه. اما گفته خودش، اما آدم متاثر میشه. قربان تو انسان با احساس، قربان شما انسان مهربان. ما همیشه دوستدارتان هستم، همیشه طرفدار شما فرشته ها هستم که شما واقعیت ها رو همیشه بیان میکنید. همیشه واقعا شما دوست دارین مردمتان، ملتتان. براستی واقعا چیزایی که شما، صحبت هایی که شما میکنین در هر برنامه، من بسیار زو داشتم که یک روز با شما صحبت کنم، اما خوشبختانه که امروز آواز مبارکت شنیدم. همیشه کامیاب باشی عزیز برادر، همیشه انشالله. میگه چوب خدا صدا نداره، وقتی که زب دوا نداره. کسایی که خیانت میکنند برای وطن ما و مردم ما و ملک ما، انشالله با امید خدا توسط همین کرونا خداوند پاک همت خودشان را چینده چینده میبرند. دل جمع باشه انشالله. قربانت آسوده گل من، امیدوار هستم که ناراحت نساخته باشم اتان. خواهش میکنم، خواهش میکنم. بخار گل من شما گپ نزنین امیال. ببینین که از بس که هموطنای عزیز ما شما را دوست دارن، نام خدا با تلفن ها یک حال است که آسوده رای خود گم کرده که زودتر به کدام عزیز خود برسه. ببینین دی عزیز، شما روی خط هستین، بفرمایین. سلام است به جانم، چطور هستین؟ تشکر شما. من به هموطنان ما خواهش دارم، وقتی تلفن میکنم از داره سیاست ایران کنار بگذاریم، کار درست نمی کنم. این مسئله ای تلگرام بر سیاست نیست. سیاست نبود خوارک کنم. سلام زیاد بر از برمجانم تقدیم می کنم، دوستم بر خیر باشه. اگر برمجانم اتو بدیم که اصابت بگویم، جو کار کنم بگویم، بله. اوکی. دوستم بر خیر باشه برمجان و اصیبا جان. تشکر خوهر عزیز و گلما، قربان شما. شما بسیار محبت کردین عزیز خواهر آسوده. برای شما فقط همه قدر میگه که اما هموطنای ما درد دارن. اگر سیاست هم در میان میایه، از نهایت دردشان است. آل ظلمه جان بفرمایین شما. من راجب همی خواهرک ما کمیال محبت کردن، میگه خانم بیچاره بسیار زوداش که آرس بیاره، آرسش کار کنه برش، آرسش بعد دورش بگرده، بله، مثل دخترش خدمتش کنه. قسمت نصیب از تضاید آرز نصیب از این شد که بیچارگت روز اول دوم ماه مبارک رمضان است، آرز هم دیگه یک دو هفته شد از آرزیش دیگه گذشت. ببان که همی خدمت یا از این آرزی از همه تو راحت آرام باشه،
هر وقت خودش خیست که کار کنه کار کنه. می دیگه مادر بیچاره هم خوشو بس که نه خیست می طرف برو و طرف برو غال مغال یکان پیاله و کاسه را بکش و یکان تا بشقا و پایان پر تو باش که اگه آروز بفامد که بیای عدستم بگیره خورمای با دوم رمضان شد یاروز خود هیچ شور نداد دمی وقت دوم رمضان دینمی آخری لحظاته که 5 دقیقه 2 دقیقه با آزان مانده آمد گفت که خاله جان برتن چی کار کنم مادر جان؟ گفت بچیم کل کارا را خودم کردی، کل جمع جاری را خودم کردم، کل دیگار را خودم پخته کردم، کل دی کار را کردم، یک آزان بدی بچیم. آزان یک آزان افتار کن. جالب بود. بیچاره از من یا زیاد یا تش نشده بوده یا زیاد گرست نشده بوده، فقط بی صبرانه در انتظار آزان بوده. خودی که بیچاره این خانم مسکین آرزو داشت کل کار خدا کردم و بعد اگر این کارم بیای حکومت کردم کنم دید که 2 دقیقه با آزان مونده، 2 دقیقه با آزان مونده، آمد گفت مادر جان من چی کنم؟ گفت بچه می چیز نکن، کل کار من خودم کردیم جان مادر خود، یک آزان به تکبی لوزر افتار کنم. جالب بود. بینندی عزیز شما روی خط هستین بفرمایین. بله شما روی خط هستین بفرمایین. خب لاین شما قطع شد، ما معذرت میخواییم. میخواییم که عزیزان گرامی موقع را بگذاریم به زلمه جان که با صحبتهای شیرین با جوکای بسیار بسیار دوست داشتنی خود خنده به لبان شما بیاره، از غم و اندوه بدور باشین. لحظات را که با کمدین موفق کشور ما زلمه جان عزیز هستین میخواییم که با زلمه جان باشین. زلمه جان عزیز بازم شما خودتان هر جوکتان که انتخاب میکنین هر کدام از جوکای شما راستی به فیسبوک هم پیام های بیشمار آمده میگه بر من پیشتر جالب بود یک کس نوشته بودن که زلمه جان من ساحل رسا هستم هم صنفی شما ولاس رسا احترامات خود تقدیم میکنم شاید اگر ببینمش یادم رفته باشم همکارتان گفته ببخشین گفته که زلمه جان ساحل ساحل رسا همکارتان هستم گفتن میدیدی عزیز شما بفرمایین روی خط هستین. بله سلام. سلام خوب هستین خواهر گل چی حال دارین؟ ما خوب هستی سلام به شما اتیده جان بر میمان و برنامه زلمه جان آرا تشکر از برنامه بسیار زیبایتان. سلامت باشین تشکر از شما. من فریبا هستم از لس آنجلس صحبت میکنم. خب فریبا جان عزیز بسیار زیاد خوش آمدین قربان لطف و محبتتان. تشکر. من یک خواهش داشتم اگر زلمه جان یک جوک آجی که امریکا آمده بود و یک دیگه که مسجد به نماز میرفت ام بود اگه بگوین. اوکی حتما. زلمه جان شنیدی؟ از را چرا میخوره کلب بردو دیدم. تشکر بسیار زیاد مفق باشه. تشکر از برنامه مقبول دارم. تشکر از شما خواهر بسیار عزیز و گرامی من و اینا رو شما گوش کنین زلمه جان بر شما جوکار حتما که اجرا میکنن. تشکر. خدا نگهدار. بفرمایید زلمه جان عزیز. میگه خانم آمد طرف امریکا بیچاره از افغانستان برآمد و البته یک درامی بسیار دور و دراز است و یک قسمت اکشه و خدمت خواهر نازمه که فرمایش دادم خدمتشان تقدیم میکنم. میگه که خانم بیچاره آمد از هندوستان آمد امریکا خوارخوندهش تلیفون کرد گفت چی کردی؟ گفت که چی کنم گمش کن دگور تالیم مردم از سای کن که عدس که از این کهله برو دلم داخت داده است گمش کن چی کنم؟ از وقتی که را گرفتم خور دختر بودم که قرآن شریف آوردند برای من در کوچه دروازه واس بود ریالی را جارو میکردم که یک دو دان زن تیر شد یک دفعه گفت که نمیره برای آقای خورد نگیدیم یک سلام دادم گفتم سلام خوب هستین کجاست بوبوید کجاست گفتم بوبوی مامان رفته من خانه را جارو میکنم یکی دیگه خود را گفت که نمیره با آقای خورد میگیریم
ما آمدن یک خواستگاری آمدن خب بلا در پس قسمت نصیب بال که درد خدا یک مادر بگوید یک زن بگوید گمش کو قرآن شریف آوردم قرآن شریف که به پدرم آوردم پدرکم گفت من زور هر چیز دارم زور قرآن شریف ندارم مرا شرمی دادن بر از یاد در روز شرمی خوری من وقتی که آستابرو کنن این مردکک آمد که این قد بلند چشمای چقر این گمش که یک قد دراز بروتا که لواره این آمد در خانه مرا که آستابرو کدن من فضی چیزا درک نداشت این چیز نکده بودم دسمال برم جور کده بودم سینه وقتی که آستابرو کدن مرا که آستابرو را که خواندن در میاستابرو یک دسمال افتاد فردست که من چیز بودم ساده بودم گفتم بو 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 یک سینیم لخچی یک سینیم افتاد خب مرا ما که پس چیز کدن خود آوردن خب گمش که ای را گرفتم آوردم جنگ های افغانستان شد آمده مندستان آمده مندستان این همه ترکایی در افغانستان آمده این همه تا چشمایش طرف این همه زن های این همه تا بلق بلق مبرامه سعی میکردم میگفتم خدا کل کل خجالت بکرد خود جنگ غال مغال ما گمش که ازم سر آواز زندگی روز خوبی که از این ندیدم خود هندستان آمده مندستان خود مردم این خود کمرهایشان مچ از ساری میکرشن یعنی یک زن هندستان رفت که زن این دیره کرد سنجاب در شکر در چیزش چخ کرد در منده ای بازار پشت سرکاری رفته بوده مارو مارو گفتم خیال من مار است من گفتم از طرف ما مارو ولی یک وقت سعی میکنم که مردکه من پایان انداخته کسی کت مولی میزنه کسی کت کاو میزنه کسی کت شلغم میزنه حال ما هم دیگه این نشناختیم خیلی ترکاری کردیم ما هم دیگه این همه یک گونه کدو خریدیم در این فرق قدی زدم گفته مارو حالا سعی میکنم که یه یعنی گمش که کس ما خلاشت آمدیم در موالت کس خلاشت آمدیم امریکا تیم دلم داغ داغ است روان کدم اج گفتم برو اج برو که بان که از این کارا بفتم این روان کده مچ از این طرف که آمد اینجا که آمد در امریکا که نو آمد که پنج وقت نماز بخوانه دگه و دگه اینا مچ هم که روان کردم گفتم باش که چیز شد و یه دمی پایش که دمی چند وقت در امریکا تیر شد از از که آمد نیش میش کلاش شد آجی الکس نام خودمان خلاص شد خود جدم اشکا چیز دیدم به خدا خوارن جان آله پریشان دارم شوی نادان دارم شمرم شراب خود عقل سرش گم میشه خرس بیدم میشه نی سرایی نگلم نی سر سامان دارم شوی نادان دارم شمرم شراب گمش کده که چی برتان راز بسیار جالب بسیار بسیار مقبول آسوده جان یک کسیش بسیار دور و دراز است بگم باز بخیر در برنامه که لایف آمدم کنم سوژه های خدمتتان تقدیم میکنم تشکر از خوارک های عزیز من یک دوست دگان فرمایش دادن برای مدینه شام زنگ زد گفتم من در برنامه آسوده جان هستم گفت زلمه جان همون جو که امو خانم نواسه از مادر کلان خود پرسان کرد که تو چه قسم زندگی تا تیر کردی؟ گفتم هزار دفعه خدمتتان تقدیم میکنم امیدوار هستم که دوستای ما ناراحت نشن به این جو میگه که نواسه به مادر کلان خود گفت که بی بی جان تو چی کردی؟ بابا کلان ما به دوستی گرفتی؟ به عشق محبت گرفتی؟ یا او تا را خوش کرد؟ یا تو را خوش کردی؟ چطور گرفتی؟ آن پشت ما خواستگار زیاد می آید. من همی فهم چی کنم بی بی جان. بچه از طرف من که من مادر کلان ترستم پدر و مادر تا بشان به خوشی خودت به خوشی خودت آزاد رب بزن. بگو که اینمی بچه را می گیرم اینمی بچه را نمی گیرم. درست است می آید پول دار است سرمایه دار است مگم تکلیف داره. یک بچه پشت من بی بی و تو دختری داشتم در کابل که نمو تو امی ازار تاره کشته بودم امی از پالین مردکای پیر که پیر میشد میگفت قربان خداش هم که تاره جور کده سعی کن نام خدا باز من خانم یمدم خدا اسپند میکردم اینمو تو بابا کلانت پشت من خواستگار آمد رفتم سعی کردم بچه خوشم آمد مادر من گفتم مادر از طرف من تاپه شد بابی من گفتم بابی من گفت که برو بچه خود شرمی دادن شرمی که دادن دیگه همی جوانی رو من بسه تقسیم کردم همی نو کارسی کردم لب لب من ماچکو تو ماچکو من ماچکو تو ماچکو
ماماچکو همیستن ما که چل شد و همی چل و چل و پنج و پینجا که شد کمر در کمر اشکو اینال بچیم که نفتاد ساله شدیم پشت در پشت خواسته ما گزده گزده جالب بود. اما دوستان میگه به فیسبوک نوشتن که لینا را باید آسوده جواب نگوید. چطور کنم عزیزان گرامی که اما علاقمندای خود زرمیجان عزیز هستن، اینا آرزو دارن که صحبت بکنن. بینندی عزیز شما روی خط هستین، بفرمایین. از راه بسیار دور از اروپا تلفن کردن، بفرمایین. سلام علیکم، خوب هستین سرمن جان؟ تا اینجا سال رس هستم. یک با زلمه جان آرا صحبت کرده بودم از طریق فیسبوکشان. بله. خب مرا بجا بیارم یه روز اجرام کنم برشان کتا. گفتم زلمه جان، جانی بی بی خواد کجا هستی؟ بچه ما در جرمنی، تو در آمریکا، اتا بچه ام نمیشه. جانی بی بی خواد صدقه چوام بچه مرا تنها ماندی؟ او نو جان را پس پیری پیوی خود تنها نمیمانه مردم، او تا بچه نمیشه جان بی بی خواد. بیا بچه ام در جرمنی بیا ببینم بد صدقه گل روی چوام. تشکر جان بالا ممنون از لطفت. آسوده جان جوان هستم که جوانای نازنین دیگر تشویقتان رو میخواییم، دعایتان رو میخواییم چون که استادم هستین. تشویقتان رو میخواییم چون که برنامه اجرا میکنم، پروگراما میرم دیگر. برای هم گفتم این برنامه یپکویات رو براتون کمک میکنم و دیگر رفتین دیگر وقت نکردین، باز که تون تماس بگیرم. تشکر وقت نکردن. سایل جان عزیز تشکر. زلمه جان کل حرفای شما رو شنیدن، تشکر برادر بسیار عزیز. قربانتان، زنده باشین. تشکر، وقتتان با ما دید، اوقات خوش. ممنون شما، شما بسیار زیاد لطف کردین. اتر از تشکر از این جوان نازنین ماسوده جان. جوان ها همیشه لطف میکنن، محبت میکنن که از مکتبه که اما تو که مرحوم احمد زاهر فوت کرد، زیاد جوان ها از احمد زاهر پیروی کردن. و هنر یک چیز بسیار پاک است، یک چیز بسیار والاست. آسوده جان گل، هنر بسیار یک چیز مقدس است. وقتی که آدم به هنر پای مان، تمام هنر موسیقی، هنر تئاتر، هنرهایی که از طرف جامعه، از طرف مردم پذیرفته میشن، باید او هنرمند آنقدر پاک و سوچه باشه، خود هنر بساید احترام به مردم خود داشته باشه. خدای نخواسته کدام خیانت نکنه به مردم خود، به فرهنگ خود. یکی در جوانای هستن، درست است، من زیاد دوستشان دارم. امیدوار هستم که هنر باز اما تو به شکل درستش، به شکل پاکی و صفاییش نگاه کنن، مشروب نخورن، در جایهای خراب نرن، مثلا با انسانای ارتباط پیدا کنن که از روی یک چیز درست بیاموزن. نه ای که خدای نخواسته هنر مبتذل بسازن، هنر در به دست کسایی یا مثلا یک چهار نفره که شایسته دور از مردم های پاک مقدس و مهربان و فرهنگ دوست ما، یک چهار نفره که مثلا ارزش هم هنر نداره و اونا برن اینا را تمسخر کنن این گفا. من شخصا خودم طرفدارم چون جوان ها هستم. اولا جوان هایی که در اروپا رشد میکنن، در امریکا، در خارج رشد میکنن، اصلا از فرهنگ افغانستان کدام آگاهی ندارن. آسوده جان، از روزهایی که مثلا ما و شما گذشتان دیم، از فرهنگ کهن خود، از فرهنگ بسیار بالا و مردم پاک و نازنین و مردم بسیار زیاد مقدس و با احترام خود، اینا هیچ کدام از امو محیط آگاهی ندارن. نگاه میگوار هستم اگر پیش میبرن این هنر، شاید در این خارج کمیدی استند اپ کلاب های هست که برن بیاموزن. به خاطر از این که من تا جایی که این جوان ها برای من زنگ زدن، اکثریتشان ها که دیدم، من احترام نشانه دارم، دوستشان دارم، افتخارم هستن. تا جایی که من از نزدیک بشناسم حتما هم رایشان کمک میکنم، چرا نه؟ اگر نزدیک باشم، اگر رای دورم باشم که باز هم خدمتگزار مردم خود هستم، خدمتگزار
جوانای خود هستم که اینا برای بسیار زیاد مثبتش پیش برن، نه اینکه خدای نخواسته اونا را به هر طرف مثلا در هر جای در هر نگر سخن جای و هر نقطه مکان دارد، خدای نخواسته اونا را افغانستان به حساب زیر انتقاد دیگر جهانیان ببرن. و من افتخار میکنم که با همراه بسیار هنرمندای بزرگ، همراه هنرمندای بین المللی، هم هندوستان، هم ایران، هم افغانستان و هم امریکایی ها، تاجیکستان، ازبکستان، از تمام از اینا با اینا هم جای همراه یک استیج بودیم. همیشه با هنرمندای بزرگ خود ما، با هنرمندای بسیار کلان خود ما همیشه سر استیج ها بودیم که قابل پذیرش و اینوی افتخار است اسد جان گل که جوانایی که امروز در اروپا و امریکا کلان شدن هنر مرا دوست دارن، کار مرا دوست دارن. من اینمی را افتخار میکنم که اونمو جوانا را به فرهنگ افغانستان، به هنر افغانستان، به مردم خود، فقط اینا را زیافتر اینا را جلب توجهشان به خود کشف کردیم که اینا را نماندیم که اینا مثلا در شوهای خارجی برن. تا وقت که نام ما میشه اینا میاین در برنامه ها در خارج، اینا در مردم یک دفعه خنده میکنه، اینا دو دفعه خنده میکنن به خاطر از اینکه اما دوستایشان برایشان اکسپلین میکنن، گپ میزنن برایشان، وقتی که اونا میگن که واو اون ترکایی یک چیز گفت، پس دوباره اینا میخندن. من افتخار دارم که یعنی که مادرای نازنین، پدرای نازنین از دپریشن، از هزارها مریضی روحی نجات دادیم. بعد دعای از امونا بوده، برکت خداوند بوده و دعای مردم نازنینم بوده، دعای وطنم بوده. تا زنده هستم ما اولادم و مریم خانم مقدسا یک خانم مهربان است، در پاریش یک همسر نازنین داره ماسودا جان که من افتخار میکنم به وجودش، به پدر و مادرش که راستی واقعا یک هنرمند وقتی که هنرمند میشه در پاریش یک کس داره که هنرمند میشه. من همیشه سپورت کرده، همیشه همراه من، مثل یک بازوی ماست، مثل یک وجود ماست. هر کس باید از خانم خودم مثل که وقتی که یک دختر از خانه پدر خود، از وجود خود، از قلب خود جدا میشه، میآید در یک فامیل دیگه، به یک کلچر نو دیگه، باید دختر اجازه بدن که مرد از او خانه شود. باید اجازه بدن که مثل که در فامیل پدرش بوده به مو شکل آزاد زندگی کنه، از نه ای که خدای نخواسته شوهرای خود بیاین برباد کنن، شوهرای خود دار و ندارش بر هم بزنن، نه، فقط کوشش کنن که شوهر خود سپورت کنن، اولاد خود سپورت کنن، خود سپورت کنن، تا جا از توان فامیل خودم بتونن کمک کنن. و آرزوی من از تمام جوان هاست، تمام مردم نازنین مامی است که هر دختر و پسر که در خانهشان تازه میاد فکر کنن که اونام پسرشان است و اونام دخترشان است. اگر به می شکل زندگی بگذره این بسیار خوب میشه، اگر نه که خدای نخواسته علا اونمو فرهنگ های کونه و یگان پوینت های منفی و یگان که مثلا سر آرس این کار کنید ما این کار خیر کردیم. من این برنامه ها را آسوده جان گل یک هنرمند که مثلا در جامعه خود زیاد شهرت می کشد، در جامعه خود زیاد محبوب می شه، او از مردم خود، از قلب مردم صحبت می کنه، از دردهای مردم خود صحبت می کنه، از زندگی مردم خود در سر استیج ها می کشانه. به خاطر از این که اونمون کسی اکثریت مثلا بعضی ها مدد میخواد، بعضی ها انتقاد میکنن این گفا، من اونمون حالت دیدیم که تمثیل میکنم. اصلا هدف من اون نیست که خدای نخواسته من یک گفت بد بزنم یا یک گفت منفی یک چیز بگویم که باعث رنجش خاطر عزیزای من شده باشه، نه، من اونمون از یک خانم باسواد مثلا مکتب خوانده، تحصیل کرده و خاندانی و مهربان که چه قسم اینا دایرکت میکنه، فیلم با دایرکت میکنه، همو به حساب خانوادگی خود چه قسم اینا کنترل میکنه، از اون خانواده هم تمثیل میکنم و از خانواده که مثلا بیچاره خانمی که مکتب نخوانده، درس نخوانده، به یک حالت دیگه روان است و اونو هم تمثیل میکنم. به خاطر از این که دوستا بیاموزن، هدف از اینا نیست که خدای نخواسته من مردم خود برنجانم. خدا نکنه هیچ وقت. شما همیشه زلمه جان واقعا که به لبان هموطنا خنده آوردین. امیال مرا به یاد یک خاطره انداختین که ممکن 17 سال پیش بوده باشه، بچگه که من یک 5 سال داشت با برادر زادیم، شما با یک کنسرت با لیلا فروهر بود، فراموش کردیم، یا فکر کنم که و جان قاسمی بود، ما اینجا رفته بودیم به می کنسرت در فلمنگو بود،
شما صحبت شروع کردین، هنوز در اون پارتی که خنده به حساب شروع شود در اوجه نرسیده بودین، فضا چطور آرام بود، اما میشنیدن یک بار امی بچگه که ما با برادر زادیم یک خنده بلند کردن که یک بار شما صدا کردیم که گفتیم بچه ایم صبر کنیم که در جایش نرسیدیم، کمی کل تالا رایده تا خنده داده بود، یک قجالب بود امون صحنه، من به موی فکر امون افتادم. زلمه جان عزیز، بازم یک دو سه لاین است که بسیار منتظر ماندن. بیننده عزیز بفرمایین و اینا آرزوی صحبت دارن با شما، فکر کنم بفرمایین روی خط هستین. بله همراه شما هستم. بله بفرمایین. تشکر، شما خوب هستین، بسیار لطف کردین، بفرمایین. برنامه زیبایتان بسیار زیاد خوش شدین، برنامه تشکر سوهد جان، تشکر کنم برای ما شاو در بسیار بیاد خوش شدیم، بسیار بیاد ما دوست داریم، واقعا در کانادا که میاد ما از قدرت همی دیگر میگیم باید دوتر بیدیم ما یک خنده خنده کنیم، از قدرت جاست دوستش داریم که هیچ اندازه ندارم. تشکر بیاد بکن از این جو پاید از این یک نرمند بسیار موفق و دوست داشتنی که هیچ فراموش نمیشون دیگر دوست دوست داریم. افتخار افتخار هستیم تشکر. باز دوباره میخواییم تمثیل کنن؟ اوکی اوکی خواهر عزیز. تشکر یک دنیا. تشکر از شما. زنده باشین. تشکر. تشکر از عزیز من، از خواهر برادر من دستایشان هم میبوسم، قربان احساسشان، ممنون محبتشان. هم یک قسمت هم کشم تو برشان یک تمثیل میکنم. خب رفتیم ممونجا در خیلخانه، امی خانای کونه بود بیچاره، بگم کوشکن از او یک ذره به حساب چیز شده بود. خب امونجا رفتیم، یک خانم آمد گفت که چی کردین سازندار رو بردین؟ برای دو خانه بشان اشاره، برای دو خانه، برای دو خانه، برای دو خانه، برای دو خانه. خب رفتیم امونجا شیشتیم، یک چند دقبا دیدم شاورس آوردن از دروازه دیگه تون راه کتا میامد و گرم و گرم این طرف میخورد، گفتیم بیا سفر میخورد دیگه، بیا توکل به خدا دیگه، یک گرم بس شد، یک گرم بس شد. در می اصنا دیگه اول یک صدای چیز شد، صدای یعنی خانم آمد گفت آرز شار آوردن آستابرو رو بخانیم. خب من شروع کردم، امشب زی خوشی مرغ هوا می رقصد آستابرو، ماه ماد آستابرو، از دلیز هم از دان کوچه هم عواز خانم آمد که جانم با جانم بخیمه باشه واستا برا ماه من استا برا کاکای کلان یک چپ شدن دیگه اینا داخل دلیز کوشکم میشدن که گرمبست شد، گرمبست شد. دیدم کمی خانم از این طرف اولی آمد دلیده دلیده دیگه من دیگه کترمونیا میخوانم این شبزی خوشی و مرغ هوا می رقصد آستا برو، مرغ ننک می رقصد کلا گیده تا که وقتی چی که بردم شده بود. خب بسیار زیاد تشکر زلمه جان عزیز، ما یعنی قدر علاقه مندای شما زیاد است، تلفون ها همی تمام تلفون های ما و بینید عزیز، شما بفرمایید روی خط هستین. السلام علیکم، خوب هستید؟ سلام، خوب هستین؟ چی حال دارین؟ صحتمند؟ خوش آمدین برادر عزیز. با معذرت که لاین شما قطع شد. خب زلمه جان، شما ما نمیخوایم که شما را خسته بسازم دیگه، اگر نه واقعا که علاقمندایتان خب میبینین که چقدر تشکر آسودت جان، یک عالم ممنون از محبتت، انشالله باز در برنامه میایم، باز در برنامه میایم. سلام خوب اکبر جان بگزاد هم که امراش صحبت کردی و برادر من و تمام فامیلا را و سوهل جان، یک عالم تشکر، از خودت تشکر خوار گل من، خواهش میکنم، از تمام عزیزایی که در پشت خط ماندن یک عالم تشکر، قربان یک یکتان،
قرنطینه به خیر بگذرانیم، همیشه کامیاب و سرفراز باشین، دور از کرونا باشین. سلامت باشین، زنده باشین. زلمه جان عزیز، واقعا به ما افتخار بخشیدین که دعوت امروز ما را پذیرفتین. این یک یادگار است که در زندگی و حیات ما ماندگار خواهد بود. قربان لطف و محبتتان. یعنی برادر ما بسیار آرزوی صحبت با شما دارم. بله بفرمایید بیننده عزیز، شما روی خط هستین. سلام علیکم خواهر گل، بخیر هستید؟ سلامت باشین، لطف کردین، بفرمایید برادر محترم. اوکی، با معذرت حتماً ما منشان امی لحظه عزیزا از افغانستان، زلمه جان عزیز براتان بی شمار در فیسبوک پیام های نوشته میرن، میگن که ساعت 5 صبح هست در اینجا، مگر ما با علاقمندی خاص برنامه را تماشا داریم، احترامات براتان دارن همشان. سلام میبورتم اتران، خداوند پاک وطن ما را آرام کنه، هر کسی که شما را اذیت میکنه خداوند پاک این همی کرونا را مستقیم دم پیش از امونا ببره. افتخار من چه خوب یک دعای مقبول کردین. واقعا همی مزیری نخو باید همی کرونا وردارا دیگه، ما شما رو نتانستیم. بله دیگه بسیار زیاد واقعا که افتخار بخشیدین، قربان لطف و محبت زلمه جان عزیز. ما از تلویزیون جهانی بهار و تلویزیون سهیل جان بر شما یک تقدیرنامه را ترتیب کردن که انشاءالله باز ما همراه شما صحبت میکنم و این تقدیرنامه اردو تلویزیون البته از برنامه مزرعه شیر و فرهنگ تقدیم شما میکنیم. قربان لطف و محبتتان، بسیار زیاد به ما افتخار بخشیدین. اگر دستای کنم میبوسم، وقت خوش، شب و روزتان خوش، کامیاب و موفق و سرفراز و کامیاب باشین، وطن مردم نازنین، قربان تمام مردم افغانستان در هر گوشه دنیا که هستن، خداوند پاک دور از غم و غصه و رنج داشته باشه مردم ما را، که باز هم آسوده جان بیایم در برنامه همچون جوکای نو برنامه داشته باشیم. انشاءالله ما هم در آرزوی از او هستم. مریم عزیز ما را هم از طرف ما میبوسی با دو برادرزاده گل و نازنین ما، رویکایشان با آغوش میر محبت بگیرین، از طرف ما میبوسین. قربان لطف و محبت شما، تشکر بسیار زیاد زلمه جان عزیز. خب بیننده های عزیز و گرامی، میفهمم که همه شما آرزو داشتین که با زلمه جان ما دوام میدادیم، اما چون وقت زیادشان گرفتیم نمیخواستم که اونا را خسته بسازم، از حضورشان سپاسگزاری میکنم. تا لحظات بعد انشاءالله با سوفیا جان عزیز از استرالیا که امروز سر موضوع بسیار جالب و مهم با شما صحبت میکنن، آهنگ زیبای از انگام جان با هم میشنویم و با میمان بعدی خود میپیوندیم انشاءالله. اوکی، اگر لحظه ممکن آهنگ ختم شد، ممکن یک آهنگ دیگه رو بریم، چینل هایتان چینج نکنین، با ما باشه.